سلام، من هدیه نوری هستم و با هم میخوایم از توی این فضا که طراحی شده است برای خونه 80 متری توی قیطریه یاد بگیریم که چجوری متریال دیوارش رو با هم بسازیم. بچه ها، دیوار تو حالت عادی اصلا اشتباهه که بهش فقط یه دیفیوز بدین یا یه رنگ بدین، به خاطر اینکه اولا که کلن این تایپ از متریال سازی حرفه‌ای نیست، درست نیست، و در حالت عادی هم ما دیوار نداریم که صرفا فقط یه رنگ داشته باشه. حالا الان من این دیوار رو با استفاده از میکس ساختم. کلن این دست از آبجکت ها رو و متریال ها رو مثل بتون، مثل کلن این رنگایی که سایه روشن دارن و میتونین با استفاده از این متریال میکس، یعنی در از مپ میکس بسازین. من الان بیام توی فضای مکس، این فایل منه توی دوربین یکم، من برم توی پرسپکتیو و این دیوار رو با Alt و Q ایزولش کنم. صفحه متریال رو باز میکنم و اینجا یه دونه متریال کرونا میدم، اساینش میکنم به دیوار، یعنی متریال رو میدم به دیوار، شیفت دو اف میزنم یه ذره بزرگ شد تصویرمون. و حالا الان من میخوام دیوارم طیف رنگ صورتی چرک داشته باشه همونطور که میبینید. پس الان من باید رنگ صورتی بسازم. برای ساخت رنگ صورتی شما سه تا راه دارید. یکی این که اینجا رنگ وارد کنین و درستش کنین، مثلا برین یه همچین چیزی بسازین. یه روش دیگه اینه که یه رفرنسی داشته باشین برای رنگتون، وارد فوتوشاپش کنین و کالر پیکرش کنین به این صورت که شما فرض کنین الان هست. میایین شما اینجا میرین روی کالر سامپلر تول و چند تا جا رو سلکت میکنین، رنگ صورتی که میخواین در میاد. البته این دیوار به خاطر اینکه سایه روشن داره رفرنس خوبی نیست، شما هر جا رو کلیک کنین یه رنگ متفاوت بهتون میده. صرفا برای اینکه تکنیکو یاد بگیرین دارم بهتون میگم. و روش سوم این هستش که شما بیاین عکس یه رنگی رو وارد کنین، که این روش رو من کامل توی مثلث جادویی توضیح دادم، دیگه تکرار مکررات نشه. من فقط الان این رنگ صورتی رو وارد فضای مکسم میکنم. چیز عجیب غریبی هم نیستا، یه رنگ صورتی از پلت پنتون هسته، شرکت پنتون که دیگه همتون میشناسین، یه شرکت معروف برای رنگ شناسی، کامل ترین پلت دنیا رو داره. من اینو کراپش میکنم که نوشته پایینش حذف بشه، اپلای رو میزنم که اعمال بشه و این میشه بیس درست بیت مپ ما برای رنگی که میخوایم بسازیم. حالا میام توی مپ ها میکس رو وارد میکنم و این بیت مپ، این عکسی که آوردم رو به هر دوتا میدم. اینجا ما میخوایم از یک رنگ با دو تا طیف تیرو روشن استفاده کنیم، درسته؟ پس باید ما رنگمون رو اصلاح کنیم. پس میام من به هر دو کالر کارکشن میدم. به هر دو منظورم کالر یک و کالر دویی که به متریال میکسم دادم. اینجا من اینا رو سلکت میکنم، سی رو میزنم که مرتب بشه. حالا الان ما در همین حد رو بریم توی فضا و به صورت اینتراکتیو ببینیم داریم چه تغییراتی روی دیوار اعمال میکنیم. الان این رنگ خامی که من وارد کردم به این صورته. حالا توی متریال میکسمون من بعد اینجا یه درتی هم بدم، یعنی مدلی که قراره این دوتا با هم ترکیب بشن، اون رو هم من وارد کنم، بعد روی رنگا و تیرگی و روشنشون کار میکنیم. مدل درتی که انتخاب میکنید الان خیلی مهمه. مثلا یکی از چیزایی که خوبی که من دارم این درت هستش که قشنگ خط و خطوطی که میندازه این خط و خطوط دیواره. وارد میکنم و به میکس اماونتمون میدم. خب حالا الان بهتر میتونیم ببینیم چه اتفاقی داره میفته. من میرم توی کالر کارکشن اولی، اینو میخوام اولی رو میخوام تیره کنم، دومی رو یه ذره روشن‌تر. میام یه مقداری بهش میام یه مقداری از سچوریشنش کم میکنم.
و یه ذره هم تیرش میکنم که به رنگی که میخوایم نزدیک بشه، مثلا نیم. ببینیم چی میشه. همین الان هم بدون اینکه من تغییر تو رنگ دومی ایجاد کنم، چیز خوبی به ما داده، متریال خوبی از آب در اومده، ولی من چیزی که میخوام رنگ یه مقداری تیره تره. اینو میذارم روی سدهم که یه مقداری چرک تر بشه و از اولی راضیم، میریم سراغ دومی. به خاطر اینکه هر الان لود نشده، ولی مطمئنا اختلاف رنگی ما خیلی زیاده. میبینید که آره اصلا خوب نیست. من میخوام این یکی رنگم به این نزدیک کنم، فقط یه ذره روشن‌تر. برای همین میام دوباره سچوریشن اینو فکر کنم گشتم سی، اینم همون میذارم سی، یعنی منفی سی. یه ذره سچوریشنش رو کم میکنم، غلظت رنگش رو کم میکنم و یه مقدار میخوام از اون روشن‌تر باشه. مثلا میذارمش رو 14. اینو میذارم روی 5. اینو میذارم رو 14. خوبه. حالا الان همین طرحی که اینو دارم با هم ترکیب میشن، یعنی هم میکسمون تو من به بامپشم میدم. و اینکه برای اینکه این مپ ما قشنگتر به خواب روی کار، میتونین شما هم یووی بهش بدین. همینجا ما یه چیزی داریم اسم کرونا تری پلنر، که من این کرونا تری پلنر رو اعمال میکنم، میگم که توی هر سه جهت اعمال بشه، یعنی ایکس و ایگرگ و زد. این در اصل یه جورایی کار آن رپ رو انجام میده و اینکه دیگه لازم نیست من الان به این پلینی که دست دیوارم هست اینجا یووی دیگه ای بدم. خب حالا من الان اینو استاپ میکنم، بریم متریالم رو روی رندر به حالت فاینال ببینیم. خب اولا اینکه بامپش کمه، یه ذره ما مقدار بامپش رو باید بیشتر کنیم و اینکه یه مقداریم در نهایت باز میخوام غلظتش کمتر بشه، سچوریشن کمتر باشه. بقیه چیز عالیه. خب من اینو استاپش کنم و کنسل که دیگه دینویز نکنه. خب برم توی متریال، بامپش رو الان از 1 ما میکنیمش 2 و من میام اینجا به متریال نهاییمونم دوباره یه کالر کارکشن اعمال میکنم و میام سچوریشنش رو کمتر میکنم. خب بریم حالا به صورت اینتراکتیو ببینیم چجوری داره میشه کارمون. من بیام دوباره اینا رو همون 13 و 14 بکنم، یعنی یه مقداری تیره تر کنم میکسی که ساختم و اینجا هم سچوریشنش رو چیز کنم، هم یه مقداری نور بهش بدم. کنترلش اینجا برام الان راحت تره. خب اینجا که به نظرم چیز خیلی خوبی از آب در اومده، بریم توی رندر فاینالمون هم ببینیم و دیگه خیالمون از این متریال راحت بشه. بله بسیار عالی،
میبینید که بچه ها بافت دیوار البته هنوز الان لود نشده و فکر نمی کنم آره 4 تا پس بیشتر نرفته، یعنی کاملا اوایل رندر کیفیتش پایینه، ولی از همینجا مشخصه که بافت دیوار چقدر خوب در اومده و من کاملا راضیم. برای درست کردن بتون بر فرض مثال دوباره همین کار میکنین، میان یه دونه متریال با استفاده از مپ میکس درست میکنین، مثلا اینجا صورتیه، برای درست کردن بتون کافی توسی رو استفاده کنین. اصلا بیاین همین الان بهتون نشون بدم، من بذار یه رندر اینتراکتیو بگیرم، اینو من الان انقدر سچوریشنش رو کم میکنم که رنگ توسی بگیره. خب من الان همین رنگش رو تغییر دادم، میبینید که یه بافت خاکستری بتونی برای ما ایجاد کرده. کافی الان اینو من یه مقداری روشن‌تر کنم. فقط دیدید که با کالر کارکشنش دارم کار میکنم و بازی میکنم تا مثلا رنگاش مقداری اوکی تر بشه، وگرنه که تکنیک همونه. میبینید که الان این توسی شد. بذارم این دیوار رو یه تیکر بگیره قشنگ، شما ببینین که کاری نداره. به همین سادگی الان به ما یه بافت بتون داد. تکنیک همونه، من فقط اومدم با رنگ ها بازی کردم. پس خواستین بچه ها دیوار بسازین، سعی کنین که کلن رنگ سفید مطلق ندین. دیوارتون اصلا سفیده کاری نداره، رنگ سفید بردارین با یه مقداری تیره تر، یعنی توسی خیلی روشن، و بیاین دوتا رو با هم با استفاده از همین میکس دوباره مخلوط کنین. کلن از این تکنیک استفاده کنین تا دیواراتون بافت و طیف رنگی طبیعی تری بگیرن. بچه ها تمرین کنین، مطمئنم که رندره عالی میگیرین. موفق باشین، خدا نگهدار.